آقای پاک نژاد، مشخصا بعد از کارزار بیش از یک دهه مقاومت و شورای ملی مقاومت و مجاهدین با لیست که آمریکا بعدش هم اروپا مجاهدین رو بعد در قسمت های شورا رو در لیست گذاشته بودند، بعد از این پیروزی بزرگی که مقاومت به دست آورد، ما یه شاهد یک توطئه های رذیلانه و فعالیت های رذیلانه علیه شورا هستیم. به نظر شما علت این کار چیه و این افراد چه آینده‌ای دارن و به کدوم سمت میرن که این توطئه ها رو و این کارا رو علیه شورا دارن پیش میبرن؟ ببینید، شورای ملی مقاومت به عنوان یه ارگان زنده، خب به طور طبیعی هم دشمنانی داره هم کسایی که سعی میکنن تخریبش کنن، یه چیز طبیعیه. منتها اگه اینا رو بخواید دستبندی کنید، افکارو و کسایی که به چیز حمله میکنن، به شورای ملی مقاومت حمله میکنن با این شکلی که شما میگید، که حتی اصول یعنی اون چیزای واقعی و اون چیزای بدیهی رو زیر سوال میبرن، من فکر میکنم که باید به این توجه کنیم که اصولا سرچشمه اینا کجاست. من فکر میکنم به این باید توجه کرد که از کجا اینا اومده، اصلا سابقه شون چیه. ببینید، بدون اینکه بخوایم اینجا خطوط رو مخدوش کنیم، بدون اینکه بخوایم همه رو با هم قاطی کنیم، اینا رو میشه دستبندی کرد و دید اینا دارن به کجا میرن. نقاط مشترکی یا فلانی حرف هم اگه داشته باشن، اینو به حساب این نگیریم که اینا با همن. من میگم یک خطی بوده که در افق ترسیم شده از طرف رژیم از روز اول، خط زدن ارزش‌های مقاومت، مثلا در رابطه با سازمان مجاهدین به طور مشخص از روز اولی که این آخونده حاکم شدند، برای شیطان سازی، برای زدن رهبری سازمان مجاهدین اینا طرح داشتن و برنامه اجرا میکردن از قبل از 3 خرداد. حتی از روز اولی که اینا اومدن شروع کردن به اینا. این خط همه چی درش هست، از اونجا تا الان ادامه داشته. یه خط خیلی طولانیه، درش ترور هست، توطئه هست، انواع و اقسام مزدورا هستن، امکانات بی حد و حصر هست در حد دولتی، مثلا سفارتخانه ها در خدمت این خط، سفارتخانه های رژیم در همه کشورهای دنیا در خدمت این خط که رژیم ترسیم کرده. برای چی؟ برای داغون کردن سازمان مجاهدین. این یه خط که اونجا کشیده شده و یه بستریه که اینجا هست، جذب میکنه هر چیزی که به این خط کمک کنه، اینو بتونه غنیتر بکنه، غنی به منظورم منفی، برای رژیم تو اون جا میگیره. حالا اینو بگیریم که خب یه چیز طبیعی باش مقابله شده، ما میدونیم دیگه توش ترور بوده، توش مواد مخدر بوده، تأمین مالیش از طریق مواد مخدر بوده، از طریق جونورایی که در این بودن، جنایتکارایی که در این بودن، بعضا محاکمه شدن در کشورهای خارجی یا مثلا در ترورایی که کردن مشخصن کیان. این خط رو همه میشناسن، تمام دنیا این خط رو میشناسن، مسلمان ایرانی ها که باش در خارج کشور و در همه جا با این خط سر جنگ داشتن و مورد تهدیدش بودن، اینو هم میشناسن. مثلا به طور خاص یه دستشون کسایی هن که میگن در حال حاضر اصولا ایدئولوژی دیگه کهنه شده، باید گذاشتش کنار، رهبری باید گذاشت کنار، تشکیلات دیگه به در نمیخوره. یعنی همه اون اصولی رو که مثلا سازمان مجاهدین روش بنا شده و ادامه داده و به این مقام بالا رسیده، به این شکوفایی رسیده، اینا رو همه رو نفی میکنه. اون میگن که اینها رو باید تخریب کرد، باید سازمان مجاهدین رو تخریب کرد. یه دسته دیگه هستن که در روابط شورای ملی مقاومت بودن، سالها هم بودن،
الان مثلا به هر دلیلی که رفتن میگن که ما باید، یعنی میگه اعتقاد ما اینه که ایدئولوژی بده، طبیعتا رهبری هم بده، تشکیلات هم بده، الان باید رفت به حرکات جنبشی توجه کرد. ببینید یه حلقه ارتباط با اون دست است در تخریب، منتها اصل ماجرا اینه که باید به روش جنبشی عمل کرد. من به اینا میگم که شما دارید شیپور رو از سر گشادش دارید میزنید. برای چی؟ برای اینکه اگر حرکت جنبشی منظور اینه که همه با هم باشن، خب تمام این سازمان ها، احزاب، گروه های سیاسی، مبارزاتی، از جمله سازمان چرک‌های فدای خلق ایران، از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران، از جمله اکثر سازمان های ملی‌گرا یا دیگران که با این رژیم در جنگن، اینها همه از یک جنبشی عبور کردن که بهش میگیم جنبش دانشجویی. مثلا حرکات دانشجویی رو نمیگم، خود جنبش دانش، از اینجا یه جوری عبور کردن، در این جنبش بودن، به هم نزدیک شدن، افکارشون به هم نزدیک شده، یه تعدادی مثلا به این نتیجه رسیدن که باید حالا چیکار کنن، بشینن ایدئولوژی برای خودشون تدوین کنن، بعدش تشکیلات درست کنن، و بعدش از اون خب طبیعتا رهبریشون میاد بیرون. یعنی از یک حرکتی که باعث به وجود اومدن این شکل عالی‌تر مبارزه، یعنی تشکیلات و یعنی سازمان، یعنی رهبری، یعنی ایدئولوژی به وجود اومده، اینا میگن اینا رو تخریب بکنیم، برگردیم به چی؟ حرکت جنبشی. موضوع خیلی ساده است، شیپور رو ادر گشادش زده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در این استدلال بسیار سخیف که ظاهرا تحت عنوان اعتقاد بهش میگن، میگن ما اعتقاد داریم به این، اینجوری باید باشه، الان دیگه فضا اینجوری شده که نه ایدئولوژی پذیرفته است، نه رهبری پذیرفته است، نه تشکیلات، همه باید با هم دیگه باشن، شبکه‌های اجتماعی هست و فلان و فلان، این حرفا باید بیایم همه این کارو بکنیم، بقیه نفیه. پس در تخریب سازمان مجاهدین با اون گروه بغلی یکی میشن، یعنی اینجا نقطه تلاقیشون اینجاست، تخریب سازمان مجاهدین. حالا من رو سازمان مجاهدین کوک کردم برای اینکه عینیه، یعنی شورای ملی مقاومت و معمولا این دو دسته میگن که چی هن؟ اینها باید کمک کنن به این کار، مثلا اینجوری ادعا میکنن، میگن که شورای ملی مقاومت اعضای غیر مجاهد شورای ملی باید کمک کنن به این هدفی که اونا با هم گره میخورن، کاراشون در یک، ولو اینکه بگن ما از هم جداییم. حالا اینها همینجوری که پیش میرن، همین دو دسته با این شکل که پیش میرن در جهت تخریب، رفتارشون و کردارشون و هدفشون شخصی میشه. وقتی شخصی میشه، یعنی رو شخص مثلا رو مسعود رجبی کوک میشن، حالا چه با اسم مستعار چه با اسم حقیقی، وقتی رو مسئول شورا چیز میشن، برخورد شخصی میکنن، اینجا دیگه راهشون به طرف چی میره؟ اون چیزی که از اول گفتم گسترده است، یعنی ولو اینکه توش نباشن، روش منطبق هم نباشن، رو اون خطی که رژیم پیش بره موازیه با اونه. و وقتی رژیم حاصل کار اینها رو که تخریب سازمان مجاهدینه و زدن رهبریشه در کنار تبلیغات خودش قرار میده و تحویل دیگران میده، جلو مردم میذاره یا بیرون میذاره، مشخص میشه که چیه، یه نقطه تلاقی هم با اینها پیدا کردن. حالا چه خودشون بگن چه نگن، هر کاری که در این زمینه داره انجام میشه خلاصش اینه، به دلیل اینکه اون خطی که رژیم کشیده از روز اول و توش کار کرده خیلی قوی تره، اینا رو در خودش میبله، خیلی چیز طبیعیه، اینو در خودش میبله، یعنی در نهایت هدف اینا هر چی که باشه در خدمت چی میشه؟ رژیم برد، در خدمت اون خطی هم. که اونجا هست. بسیار ممنونم آقای پاکنژاد، اجازه بدین بر وقتی که داریم یه مقدارم به رژیم بپردازیم. بله بله. از رژیم شاه شروع کردیم برسیم به رژیم آخوندی، و خب بحثمون هم البته تماما در رابطه با مبارزاتی است که با این رژیم میشه. این اواخر حتما میدونم که شما دنبال میکنید مسئله توافقنامه ژنو، کشورهای پنج به علاوه یک با رژیم آخوندی بر سر مسئله اتمی و بحران اتمی رژیم آخوندی که به یک موزل جهانی تبدیل شده بود، اون هم با فعالیت هایی که خود این مقاومت کرده بود.
در خود رژیم بحرانی ایجاد کرده این مسئله، علی رغم که یک سریشون ادعا میکنن که یک پیروزی به دست آوردن، یک توافقنامه بسیار عالی امضا کردن، یه عده میگن جام زهره برای رژیم. در خودشون تاکید میکنن نگید شکلات و آب نبات، این یه جام زهره، نباید بشه اشاره کرد. این وضعیت رو چگونه میبینید و این به چه سمتی میره وضعیت رژیم؟ ببینید بعد از این توافق، بله، اون چیزایی که در حول مسئله اتمی رژیم چیده شده و گفته میشه در درون رژیم، اینها جنگ و دعواهای خودشونه. یعنی مثلا یه مقداری رقابت‌های گروهیشونه، یه مقداری جنگ و دعواهای رقابتی بین گروه‌های مختلفی که در حاکمیت هستن، یعنی دزدایی که در حاکمیت هستن، سهم اونایی که از حاکمیت رفتن کنار اینا. یعنی میخوام بگم که در درون نظام هر چی که گفته میشه نمیشه با عنوان واقعیت اونا رو تلقی کرد در رابطه با این توافقنامه. حالا ما میرسیم به این توافقنامه که چی هست. جنگ و دعوای درونی نظام دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی تا اونجایی که مشخصه گروه های مخالف با این توافق در درون باند خامنه‌ای یه چیزی میگن، در درون باند احمدی نژاد یه چیزی میگن، و در درون باند رفسنجانی و روحانی هم یه چیزایی دیگه میگن. محور حرفاشون چیه؟ همش میگه تو رفتی توافق کردی رو چیزی که ما کوتاه بیاییم، اون میگه نه، ما رفتیم در روی چیزی توافق کردیم که اصولمون رو حفظ کنیم. فعلا در این حد در چیزاشون در درونشون. اما واقعیتش اینه که این توافقی که امضا کردن، اگه بخوایم رو این حساب کنیم که رژیم چی میگفت در گذشته، که میگفت ما کوچکترین اجازه نمیدیم به هیچمون برخورد بکنن، ما کوتاه نمیای، ما کوچکترین چیزی که بخوایم بهمون دیکته کنن قبول نمیکنیم، تا به این امضایی که رو کاغذ گذاشتن اگه نگاه بکنیم، هر چی که باشه بالاخره این رژیم در یک مقطعی مجبور شده بره یه چیزی رو امضا کنه و خامنه‌ای هم زیرش رو امضا کرده، گفته باش، ولی اینکه حالا به هر ترفندی، مثلا روحانی به خامنه‌ای نوشته که ما حق غنی‌سازی رو گرفتیم، اونم گفته بر اساس چیزایی که تو گفتی باریکلا مثلا خوب کاری کردی. تا اینجای کار این رژیم یک، حالا چه تاکتیکی باشه چه واقعی باشه چه هرچی باشه، یه قدم عقب نشینی بهش تحمیل شده. هم موضعی که شورای ملی مقاومت گرفته کاملا منطقی و درسته، یک قدم عقب نشینی بهش تحمیل شده. چرا؟ چون راه رو باز کرده برای اینکه یه بازرس برن اونجا ازش بازخواست کنن. حالا اینکه به کجا میرسه این حالا مشخص است. ببینید این توافق هرچی که باشه درسته خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه مهمه، به دلیل اینکه در سطح دنیا با همه دنیا طرف شده، با قدرت‌های بزرگ طرف شده و سر میز نشستن، ازش بازخواست کردند و الان دستشون بازه که بگن کردی یا نکردی. این خودش مهمه، از این بابت مهمه که رژیم و زیر ضرب گرفتن. حالا اینکه در محتوا از همون روز اولی که شروع شد طرف‌های خارجی اومدن گفتن که ما حق غنی‌سازی رو رژیم ندادیم، هنوز هم روی موضعشون هستن. رژیم هم از اول گفته که ما حق غنی‌سازی داریم. این کلمه حق غنی‌سازی خیلی مورد دعوا قرار گرفته، در صورتی که اگه ما این حق غنی‌سازی رو بکنیمش که غنی‌سازی خالی، حق و برداریم از توش، میشه گفت روی این کاغذ هست. مثلا اونا موافقت کردن که این تا اندازه چیزی تحت نظارت‌های کامل و خیلی سخت و سنگین غنی‌سازی رو در حد مثلا زیر 5% انجام بده برای این 6 ماه، چون این قرارداد برای 6 ماه است. بعد از 6 ماه میشینن ببینن آیا شده، چیزایی که درش نوشته شده انجام شده یا نشده. اگه شده تمدیدش میکنن دوباره، اگه نشده همونجا قطع میشه. الان رژیم تهدید میکنه، میگه که اگر دوباره منو تحریم کنید، هر کس از این کشور اروپایی، امریکا یا هر چی تحریم جدیدی بکنه، این مرگ غنی چیزه، اون توافق ژنو. خب اونا هم میگن که اونا هم در پی اینن که چون میدونن، میگن که باید با فشار با این رژیم طرف شد. بنابراین فشار تحریما بوده که این رژیم رو آورده سر میز و ما باید این فشار رو ادامه بدیم که اون مجبور بشه هی عقب نشینی بکنه. یه تزی بود اولش مقاومت هم میگفت، خود خامنه ای داد میزد، میگفت ما اگه یه قدم عقب بشینیم قدمای بعدی رو هم باید عقب بشینیم. حالا باید ببینیم، الان موقع همونه، یه قدم عقب نشستن، حالا باید قدم های بعدی رو هم بردارن.
از اون چیزایی که خیلی وحشت دارن الان دچار شدن. مثلا مقامات آمریکا اومدن گفتن که قدم بعدی سر مسئله حقوق بشره، چیزی که خامنه‌ای از قبل گفته بود که اینها این کارو خواهند کرد. ما وقتی شاهد این جنگ و دعوا هستیم، به نظر من باید به اون چیزی توجه کنیم که رو میز مذاکره از این به بعد صورت میگیره. یعنی مثلا امروز گفتن یا دیروز یه نشست داشت، مقامات رژیم گفتن خوب بوده با آژانس، در صورتی که وزیر خارجه امریکا اومده گفته که چیه، من امیدی به در نهایت امیدی به توافق با این رژیم در 6 ماه ندارم. در این حال که گفته از مجلس از سنا و اینا خواسته که تحریم را اضافه نکنن، ولی گفته که چی، من امیدی به رسیدن توافق بعد از 6 ماه با رژیم ندارم. پس ما این نمیتونیم بگیم که الان در چه موقعیتیه. ما میگیم با این کار موقعیت رژیم ضعیف‌تر شده، به هر شکل ضعیف‌تر شده. اگر کشورهای خارجی، طرف‌های خارجی قاطعیت بیشتری به خرج بدن، رژیم رو تحت فشار قرار بدن، این رژیم مجبور عقب نشینی بیشتری بکنه، عقب نشینی بیشتری. ولی اگر وا بدن، اگر منافع اقتصادی اونا رو وادار کنه که یه مقداری به این رژیم باج بدن، رژیم هم بعد با توجه به خصلتاش که همیشه داشته، این با کلک و دوز و کلک و حق بازی دوباره چیکار میکنه؟ دوباره میره رو همون خط بمسازیش، یعنی نه که دوباره میره، همون ادامه میده. کما اینکه یکی از مقامات آمریکایی من میدم میگفت که در یکی از کنفرانس‌های مقاومت چند روز پیش میگفت که بابا اینا خود این روحانی، اون زمان خاتمی این روحانی بود که اومد ما رو گول زد، خودش در کتابش نوشته، میگه ما رفتیم حتی قرارداد پروتکل الحاقی رو امضا کرد رژیم، بعدا زد زیرش. الان روحانی تو کتابش نوشته که آقا جون ما همه اون کاری که کردیم در اون زمان این بود که کلک بزنیم که بتونیم برنامه اتمی این رو پیش ببریم. اون موقع 164 تا داشتیم یا 100 خورده‌ای داشتیم، الان 19000 سانتیفوژ داریم. خیلی روشنه مقامات آمریکایی هم همه اینا رو میدونن، خود طرفای معامله رژیم هم اینو میدونن که این رژیم کلک بازه، این رژیم حق بازه، دو دوزه بازه، و مسئله بمب اتمی برای رژیم استراتژیکه، چیزی نیست، پای بقاشه، چیزی نیست که به این سادگی ازش دست برداره. الان یک چیزی این وسط هست، دو طرف میشینن و صحبت میکنن. خب به هر حال باید دید بعد از 6 ماه میشه نتیجه گیری قاطع کرد. الان میشه در مرحله اول همین موضعی که خانم رجوی در مورد یک قدم عقب نشینی تحمیلی، به نظر من این یه موضع بسیار منطقیه. بقیهشو باید به مرور زمان با پیشرفت این چیزها مشاهده بکنیم و روش قضاوت کنیم. بله آقای پاک نژاد، موضوع دیگه که میخواستم روش صحبت کنیم مسئله قتل عام مجاهدین در اشرف در روز اول سپتامبر در همه شهریور بود. به نظر شما چرا رژیم آخوندی به وسیله مزدورش مالکی دست به چنین جنایتی میزنه که مشاهده کردیم با محکومیت جهانی روبرو میشه، حتی سازمانهای بین المللی این جنایت رو محکوم میکنن، به ویژه که این مالکی از طرف آمریکا حمایت میشه که خود آمریکایی ها هم بسیاری از شخصیتاشون افتضاحی که این فرد نه تنها در مورد مجاهدین بلکه در مورد مردم عراق داره در این کشور پیاده میکنه، کشتارهاش و سرکوبش، این فضاحت رو به وجود آورده، چرا دست به چنین جنایتی میزنه خود مالکی و از طرف رژیم؟ ببینید این جنایت هولاکی که انجام دادند همه چیش مشخص، عاملش مشخصه، اجرا کننده هاش مشخصه، سیاست و پشتش مشخصه، دو طرفش هم مشخصه، یه طرفش مجاهدین هست و مقاومت ایران، یه طرفش رژیمه. عاملی که این وسط به دستور رژیم میاد این کاری میکنه، مسلماً که مزدورش در عراقه و جنایتکارانی که اون اعزام میکنه. تا اونجایی که به اصل ماجرا مربوطه، من فکر کنم این الان خب خیلی چیزا میگن، مثلا میگن این قراردادهایی که با خارجی ها بسته بوده از اول همه اطلاع داشتن، اطلاع میکردن برای این توطئه هولناک. مطمئن اون چیزی که مشخص بود درست بعد از اون تهاجم یا مثلا جست جنگی که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مورد سوریه گرفتن، یه حالت جنگی ایجاد شد که همه فکر میکردن که به رژیم سوریه حمله میشه و طبیعتا چون رژیم
ایران هم در اونجا هست، رژیم حاکم بر ایران هم در اونجا هست، این برایش نقطه تعیین کننده است. من فکر میکنم زمانی که حمله کردن و این کشتار کردن، قصدشون این بود که همه رو نابود کنن، که بگن یه پیروزی کامل به دست آوردیم، همه کسایی که در اشرف بودن نابودشون کنن. خود مقامات رژیم این مسئله رو و کلا این پدیده رو به عهده گرفتن، بعد هدف خودشون هم در چارچوب یک تحلیل راهبردی یعنی استراتژیک بیان کرد، اومدن این تحلیل رو رله کردن، همشون هم یه حرف میزن که قرار حمله بشه به سوریه، قرار یه سری تقسیم بندی انجام بگیره در منطقه خاورمیانه، ولی از نیروی نظامی کسی نمیتونه استفاده کنه، نیروی زمینی رو نمیخواد کسی استفاده کنه، بنابراین کسی در اینجا حرف آخر خواهد زد که نیروی زمینی داشته باشه. و اینجا دو طرف هستن، تا اونجا که به ایران مربوطه دو طرف هستن که میتونن این ظرفیت و قدرت رو دارن، یکی رژیم با سپاهی و بسیجیاش اینا، و یکی هم سازمان مجاهدینه که میتونه مردم رو بسیج بکنه با عنوان نیروی زمینی حرف آخر رو بزنه. اینا چیزایی که خود سران پاسدارای رژیم که این کار انجام داده بودن میگفتن. یادتونه دیگه این تحلیل خیلی ساده، مقایسه با فروغ جاویدان، فروغ جاویدان. برای همین وقتی این کار انجام دادن اینجوری گفتن، گفتن که این یک عملیات بسیار مهم راهبردی بوده، یعنی استراتژیک بوده، و اونو با از حتی عملیات فروغ جاویدان هم مهمتر میدونستن. عملیات فروغ جاویدان من. عملیاتی بود که رژیم رو تا مرز چیز سرنگونی بود و اونا الان هر ساله وقتی بزرگداشت میگیرن برای شجاعت نمیدونم بسیجیاشون، این حرفاشون، این تحلیلشون خیلی شنیدنیه در این حال که خیلی خنده داره، چنان وحشتی کرده بودن از اون چیز، خودشون رو نابود شده حساب میکردن، کل رژیمشون رو در اون مقطع عملیات فروغ جاویدان. خب شما حساب کنید وقتی میان میگن این عملیات از اون اهمیتش بیشتره، تا چه اندازه تو مغز اینا یه همچه کاری با قول معروف یه همچه کشتاری مهمه تو مغزشون. مثلا اومدن گفتن بله اینجا این از اون مهمتره، برای اینکه اینجا ما تقریبا 50% فرماندهان بالان مجاهدین از بین بردیم، در عملیات فروغ جاویدان نتونستیم اینقدر از می ببریم. خب اینا که در چیزاش طرفندای لفظی یک رژیم محتضره که میاد از این حرفا میزنه، ولی اون تصویری که اونا داشتن از این کار اینجوری بیانش کردن که ما برای تضمین حضورمون و نقش آفرینی درجه یکمون در منطقه احتیاج داشتیم به حذف مجاهدین، به حذف نیرویی که میتونه مردم ایران رو گندگی بکنه، آمادگی اینو داره که در ایران ارگانهایی به وجود بیاره، یگانهایی به وجود بیاره که خصلت نظامی داشته باشن و نه تنها حکومت از ما بگیره، در منطقه هم چیکار کنه، نقش اول داشته باشه. یه ترسی هم داشتن که با یک همچه نیرویی و با یک همچه آمادگی جهانیان اونو به رسمیت بشناسن به عنوان یک نیروی به اصطلاح در درون ایران رو اون حساب کنن. تمام اینا رو که ما میبینیم، نتیجهی که میخوایم بگیریم، حتی از این حرفای رژیم هم بگذریم، نتیجه که میخوایم بگیریم، این جنایت هولناکی که اتفاق افتاده یه چیزیه که مایه ننگ قدرت‌های جهانیه. چون رژیم که بعضش مشخصه، مالکی مزدور که بعضش مشخصه، این نیروهای قصیر قلبی که اومدن و این کار رو کردن هم که بعضش مشخصه، مقاومت مجاهدین هم که مشخصه بعضشون، از این چیزها زیاد دیدم. هرچی که هست در جلوی چشم دنیا انجام شده. اون کسایی که باعث و بانی این وضعیت در خاورمیانه هستن و در کشور عراق هستن و در مماشات با رژیم هستن، اونها باید این ننگو پاسخ بدن. به نظر من این کار، این جنایتی که شده، مجاهدین رو قوی تر خواهد کرد، برای که همین الان داریم میبینیم چجوری در انعکاسش در دنیا این قوی تر خواهد کرد. یعنی این رژیم به مقصودش نمیرسه، اون مقصودی که داره به هیچ شکل نمیرسه، چون آمادگی مجاهدین هر چقدر بره بالاتر، توان و ظرفیت سازماندهی مردم ایران برای این رژیم و هدایت نیروهای سرنگونی کننده بالاتر میره،
یعنی این توان در مجاهدین بالاتر میره با این چیزا، چون اقداماتی که بعدش میکنن در به اصطلاح افشای این در اینا بالاخره دنیا رو در یک مخمصه هم قرار میده. اون نیروهایی که در دستن در کار این وضعیت هستن در مخمصه قرار میگیرن و نقش اونا رو در رابطه با رژیم محدود میکنه که نتونن به همین سادگی برن با رژیم بشینن توطئه بکنن، اونا هم هر چیکاری بکنه هیچی بهش نگن، در عراق هر کاری میخواد بکنه هیچی بهش نگن. ما دیدیم همین فعالیت های مقاومت بود که وقتی مالکی سفر کرد به امریکا باعث شکست این سفر در رابطه با چی بود؟ در رابطه با اوباما. فعالیت هایی که مقاومت کرد در اونجا باعث شد که مالکی سفرش رو زود قطع کنه بیاد. چرا؟ چون اون با یک حسابی رفته بود اونجا، رفته بود اونجا که یه سری درخواست بده به آمریکا. از قرار معلوم هم قرار بوده بهش بدن، مثلا درخواست هلیکوپترایی کرده بود برای سرکوب نیروهای مردمی در اون عراق، که این حاصلش پیشرفت پروژه‌های رژیم در عراق بود در اصل. حتی میشه گفت در حتی به این مرحله رسیده بودن که میگفتن مالکی در رابطه با پروژه اتمی با مذاکرات اتمی رژیم رفته بود امریکا که مزنی امریکایی‌ها رو ببینه رژیم. اگر این فعالیت‌های مقاومت نبود امریکایی‌ها و این چیزا رو به مالکی میدادن، یعنی کمک بود به رژیم در پروژه عراق و اینو گستاخ‌تر می‌کرد در رابطه با چی؟ پروژه‌های دیگه‌اش مثل اتمی و این حرفا و در رابطه با مذاکره‌اش با این. و هر حال فعالیت های مقاومت باعث شد چه انگیزه ای داشت؟ همین کشتاری که در اشرف شده. پس بنابراین این رژیم هر ضربه ای که به این شکل بخواد به مجاهدین و مقاومت بزنه برایندش رو سر خودش خراب میشه به هر شکل که شده و این باعث تقویت مجاهدین و اصلا بالا رفتن مقاومت ایران میشه. پس بنابراین میشه نتیجه گرفت که رژیم سودی از این کار نبرده، درست ضربه زده، شهدای گرانقدری رو از مقاومت گرفته، نیروهای با ارزشی رو از مقاومت گرفته، ولی اون حاصل اون پیروزی برای رژیم نیست. خودشون میگفتن ما بزرگترین پیروزی نظامی و نمیدونم چی چی رو، این عملیات اصلا ارزش نظامی نداشت، برای اینکه یه طرف سراپا مسلح، یه طرف هیچ، نه اسلحه‌ای داره نه چیزی، غافلگیرانه میان اینا قتل عامه، ارزش نظامی نداره. پس بنابراین مجموعاً میشه گفت که رژیم از این طرفی نبست. بسیار متشکرم آقای پاپ نژاد. من قبل از که گفتگو رو تموم کنم اجازه میخوام که یک مورد رو از شما سوال کنم یا در موردش اگر خاطره‌ای دارید بگید. با گرامی داشت اون مبارز نامدار انقلابی میهنمون که به قول یک روزنامه‌نگار خارجی که باش مصاحبه کرده بود گفته بود زندگی سراسر مبارزه و متعهد داشت، سرشار از تعهد و مبارزه بی امان. از اون بگین، خاطرات شکری رو بگین. شکری برادر من، شکرالله پاک نجات، که من اتفاقا در حال صحبت فراموش کردم بعضی از چیزها رو که تو ذهنم بود که میخواستم بگم فراموش کردم. خیلی خوشحالم که شما یادآوری کردید. خب اون مبارزاتش مشخص بود، معروفیت جهانیش مشخص بود، کاراش مشخص بود. اون فعالیتاشو بعد از انقلاب با تشکیل جبهه دموکراتیک ملی ایران آغاز کرد. یعنی اون چیزی که به خود من میگفت، چون من علاوه بر ارتباطات خودم، سیاسی خودم و سازمانی خودم، تشکیلاتی خودم داشتم، رابطه خیلی وصلی داشتم به شکلی با، از تجربیاتش استفاده میکردم، گاهی وقتا در چیز محضرش میشستم و به صحبتاش گوش میکردم، تحلیل‌های سیاسی که میداد و اینا، و بسیار چیزهایی میآموختم ازش. در رابطه با این کار به من توضیح میداد، میگه ما جبهه دموکراتیک ملی رو درست کردیم برای تجمع نیروهای دموکراتیک. روی دو تا نیرو، سازمان شریکای فدای خلق و مجاهدین خلق خیلی تکیه میکرد و همچنین سازمان های ملیت های ایران، که میگه بیان اینجا در این جبهه، چون معتقد به مبارزه جبهه‌ای مقدم بر مبارزه حزبی بود، میگه در این جبهه بیان و کارهای برای آزادی های دموکراتیک فعالیت بکنن، جبهه رو تبدیل بکنن به یه اندامی برای پیشبرد کارهای دموکراتیکشون جدا از کارهای درون سازمانی خودشون. یعنی اون ذهن شکری بیشتر در این رابطه بود، اهمیت به نیروهایی که نقش داشتن در انقلاب و میتونستن نقش بالاتری به عهده بگیرن، یعنی نقشی رو که میتونستن تکمیل کنن در ارتباط با سازمانهای دیگه در تجمع نیرو. این یکی از خصلت‌های شناخته شده مبارزاتی شکری بود که همیشه به این مسائل اهمیت بده. مثلا میگفت چه سازمانی، چه نیروی در کجا و چطور باید مثلا تقویت بشه، چه نیروی باید ایزوله بشه برای مقابله
یک نیرو چه نیروی لازمه. اینا چیزایی بود که خب متاسفانه جبهه دموکراتیک بنا به دلایلی فشار رژیم و عدم آمادگی اون نیروهای اصلی کارش نگرفت و در یه جایی متوقف شد تا زمان بعد از 30 خرداد، بین مثلا 30 خرداد اول تیر ماه تا اول مرداد ماه، یعنی 2 ماه. بله تیر مرداد نه آخر مرداد، یعنی مثلا 2 ماه، در عرض این 2 ماه که شکری سال 60 که شکری مفقود شده، اصلا نفهمیدیم کجاست. میدونستیم دستگیرش کردن، ولی همون شبی که دستگیرش کرده بودن اومده بودن خونه پدر منو گشته بودن دنبال اون. من در اونجا بودم، دیدم که از پنجره نگاه میکردم، دیدم 3 نفر که پاسدار بودن و لباس شخصی داشتن اومدن خونه رو شناسایی کردن، با هم دیگه علامت ها دیدن رفتن. من بلافاصله فهمیدم یه خطری هست تو اون خونه، که اومدم پایین سوار ماشین شدم رفتم توی یکی از مخفیگاهایی که تو شمال داشتیم، شمال کشور، رفتم اونجا موندم که اینا شب همون شب میان خونه دنبال شکری میگردن، ظاهرا در صورتی که دستگیرش کرده بودن. بین همین که خدمتتون عرض کردم بعد از 30 خرداد تا زمانی که این داستان پیش اومد، من 2 ملاقات با شکری داشتم، 2 ملاقات که ازش میپرسیدم، میگفتم شکری باید چی کار کرد الان، مثلا باید چی کار بکنی و تو خودت داری چی کار میکنی مثلا بعد از اون تلاش جبهه دموکراتیک بسته شده یا مثلا این کاری کردی الان داری چی کار میکنی؟ گفت من با مجاهدین الان دارم تدارک یک کارایی رو میبینیم، فکر میکنم در تدارک تشکیل شورای ملی مقاومت بود، چیزی بود که مقاله‌ای نوشته بود در این رابطه. بعد ازش سوال کردم الان باید چی کار کرد، خیلی تأکید میکرد، میگفت که الان در حال حاضر مجاهدین بعد از این 30 خرداد خیلی مورد حمله و تهاجم و اینا قرار میگیرن، ولی قوی تر میشه، برای اینکه راهشون راه درستیه، این راهی رو که در برای رژیم بعد از این همه مدت صبر انجام دادن، این راه درستیه، یعنی اینو مردم میفهمن که تنها راه با این رژیم اینه. و همین اتفاقی هم که افتاده مجاهدین رو قوی تر میکنه. بسیار رو نقش مجاهدین در تحولات آینده ایران صحبت میکرد، میگفت خیلی مهمن، رو مسعود رجوی به طور خاص چون روابط اونا از تو زندانهای شاه خیلی نزدیک و خیلی قوی بود. من حتی یادم در یه مسئله‌ای که در بندهای 2 و 3 پیش اومده بود، شکری در زندان همون زمان شاه، در زندان زمان شاه مسعود و شکری با هم یه پیامی دادن برای وحدت بیشتر زندانیا که از طریق من، از طریق ملاقاتی به من گفتن و من پخش کردم و این حرفا، روابط خیلی نزدیکی داشتن. و چیزای اتفاقات دیگه‌ای که مثلا حمایت شکری از حرکات اعتراضی مجاهدین در رابطه با همون نماز صبح که رژیم ممنوع کرده بود، بله در زندان شاه. بله شکری جز کسایی بود که حمایت میکرد از مجاهدین در مقابل رژیم شاه و اون سرهنگ یا چی اسمش بود که اومده بود اونجا قلدری میکرد و شکری هم جوابش داده بود علاوه بر مسعود، و بخصوص سر موزه اپورتونیست هایی که سازمان مجاهدین رو به اصطلاح منهدم کرده بودن، شکری جزو کسایی بود که موضع گرفته بود و میگفت این کار به ضرر جنبش مردم ایرانه و شدیداً اینو محکوم میکرد این کار. از این بابت یه رابطه بین مسعود و شکری به وجود اومده بود که این ادامه داشت تا اون زمان، و ارتباطاتی که داشتن، تماسایی که میگرفتن، مثلا من خودم بودم که مسعود، موسی و بقیه مجاهدین هم روزای اول اومدن در خونه ما و که شکری رو ببینن، با هم دیگه طرح‌های آینده رو می‌ریختن. من این ملاقات در این ملاقات بود. این رابطه خیلی نزدیک بود، خیلی هم همدیگه رو می‌فهمیدن، یعنی مثلا از نظر درک متقابل در جریان امور سیاسی بسیار. بنابراین وقتی شکری برای من توضیح می‌داد که الان تنها نیرویی که می‌تونه در مقابل اینها و ما خصوص در مقابل خمینی قد علم کنه و وایس تو میدون مجاهدین هستن و بخصوص مسعود رجوی هست، سابقه‌اش به این چیزا برمیگشت که من بسیار موافق بودم. به چه دلیل؟ شکری میگفت که مثلا برای من تشریح میکرد، میگفت که این خمینی یه جنگی رو انداخته، میگه جنگ الان بین اسلام و کفر، تمام نیروهایی که در این برقرار دارن کافرن،
مردم رو تهیج میکنه برای با یه چی؟ با توسل به چی؟ تجاری. با توسل به آره با قول شما با اعتقادات مذهبی مردم بازی میکنه، اونا رو تهیج میکنه، تحریک میکنه برای اینکه با تو جامعه شکاف ایجاد کنه بین مردم. یه حرکت دموکراتیک رو از دور خارج کنه. حرکت دموکراتیک هم میگم که یعنی بر اساس پایه‌های اجتماعیش یه جریان اجتماعی دموکراتیک رو میخواد حذف کنه. بنابراین این جنگ صلیبی اگر نیروهای دموکراتیک در مقابلش وایسن شکست میخوره. اما این وسط یک نیرویی هست به اسم سازمان مجاهدین خلق و یک کسی هست شخصا به اسم آقای مسعود رجب. اینها به دلیل اینکه مسلمونن و دموکراتن، به آزادی دموکراتیک اعتقاد دارن، ثابت کردن روشاشون، اصلا تیپاشون، زند در زندانهای شاه، در همه جا اینا رو ثابت کردن، این نیرویی که میشه بهش اعتماد کرد و باید جلو باشه برای مقابله با این خمینی. بعد نیروهای دیگه اینو تقویت کنن. یه چیز طبیعیه، چون که عادت داشت همیشه مسائل رو خیلی قشنگ تحلیل میکرد که منم میفهمیدم. مثلا گاهی وقتا که بحث میکردیم، مثلا من یه چیزی میگفتم که بیشتر تئوریک بود، میگو ببین صبر کن یه جوری حرف بزن که اینا که اینجا نشستن بفهمن، رو هوا حرف نزن. خودش عادت داشت که خیلی هم جالب بود که تحلیل رو جوری میکرد که هر کسی میفهمید، خیلی ساده میگه ما الان در یه جبهه رو در نظر بگیرید، یه طرفش یه دشمنی هست که از یه وسایل استفاده میکنه، ما باید وسایل تقابل با اینو به صورت مناسب استفاده کنیم، یعنی پیدا کنیم و استفاده کنیم. در اینجا نیرویی هست که میتونه با این مقابله بکنه و زمینش بزنه اگر ما تقویتش بکنیم، اگر نیروی مترقی انقلابی تقویتش بکنن، تنهاش نذارن، چون الان شرایط خیلی سخته، کشتار هست، هر کس مجاهدین حمایت کنه میکشنش. نباید این بترسونه. نیروهای دیگه ای که میرن مثلا دنبال سازش با رژیم، اونا هیچ، اونا خارج از این محدودن. ولی نیروهای مستقل به خصوص نیروهای انقلابی چپ که هستن تو میدون و میدونن که این مرحله مرحله مبارزه با ارتجاعه، نه مبارزه با امپریالیسم که نیستش اصلا تو ایران الان فعلا. تقدم با مبارزه با چیه؟ مبارزه برای کسب آزادی‌های دموکراتیکه، نه برای چیزی دیگه. و مستقل از دوردوگاهی که اون زمان بودن، باید اینا با هم دیگه جمع بشن. الان مهمترین نیرویی که اینجا هست و میتونه عمل بکنه و میتونه بعداً ارائه بده که من این کارو کردم، اینا خمینی رو به عقب نشینی وادار بکنه، مردم رو جذب بکنه، سازمان مجاهدینه. بنابراین ما باید اینو، یعنی به من میگم شما باید از این، شما دوستاتون باید از اینا حمایت کنید. یعنی این یه چیزی بود که در ذهن من خیلی نقش بست، برای اینکه خیلی ساده و روشن و بخصوص رو مسعود، خب طبیعتاً رو آقای رجوی خیلی تاکید داشت در رأس سازمان مجاهدین به این شکل. راهنمودایی که اون میداد در این رابطه این بود که تقویت کنید مجاهدین، که مجاهدین بتونن مبارزه کنن با این رژیم در هر موضعی که هستند. خیلی براشون سخته الان، حداقل با کمک این سختی رو کم کنید، نه اینکه سختی رو اضافه کنید. مثل نیروهایی که به جای زدن به خمینی و ارتجاع اومدن تحت عناوین مثلا چه میدونم تئوری‌های ضد امپریالیستی و این حرفا تو کیسه خمینی می‌ریزن و بر علیه مجاهدین. این چیزیه که من با تشکر از شما که یادآوری کردید خواستم اینجا تاکید بکنم تو این صحبت‌های طولانی، و که امیدوارم خستتون نگیرم. بخیر، خیلی استفاده کردیم. متشکرم آقای پاپ‌نژاد که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین، و همینطور از همیهنان عزیزی که ما رو در این برنامه هر هفته همراهی میکنن تشکر میکنم، و همه رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. با تشکر از شما. منم از شما متشکرم. خدا نگهدار.